درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه زرتشت، آرتمیس سهورا هستم و همونطوری که میدونید این برنامه کاری از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. در برنامه امروز ما میخوایم به یکی از جستارهای بسیار مهم و حتی میشه گفت چالش انگیزی که بین باورمندان به آیین زرتشت وجود داره گفتگو بکنیم، و اون این هست که برخی از افراد بر این باور هستند که کل اوستا یک کتاب، اگر نخواهیم بگیم آسمانی، حداقل کتاب بسیار جامع و کامل فرهنگ و تاریخ ایران و نگاه ایرانی و جهانبینی ایرانی است. اما برخی از افراد میتونیم بگیم شاید نوزرتشتی شده، کسانی که نه به صورت نیاکانی زرتشتی باقی ماندن، برخی از اینها اعتقاد دارند که نه، ما فقط قسمت گاتها که سروده ها و سخنان خود زرتشت اسپندمان هست رو میپذیریم و بقیه اوستا رو به خاطر اینکه در سالیان بعد توسط موبدان و خردمندانی که آیین و باورهای ایرانی رو جمع‌آوری و نگهداری می‌کردن به کل کتاب گاتها اضافه شد و نام کلی اوستا رو گرفت. جستار امروز بسیار مهمه و از شما خواهش می‌کنم این جستار رو تا انتها حتما دنبال بکنید. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر کیومرث کیانی هستند. ایشون دکترای رسانه و فیلمسازی مستند دارند و در شبکه‌های آمریکایی بیشتر در حال برنامه سازی هستند، اما به عنوان بزرگترین فعالیت جنبی و علاقه شخصیشون ایران شناسی، واژه سازی و کار بر روی واژه‌های ایرانی، و خب از اونجایی که همه ایران شناسی قسمت‌های مختلفی داره، میبینید که حتی درباره گاتها و اوستا هم ایشون مطالعاتی دارند و کار میکنند. من اینجا از ایشون میخوام که یک خوش آمدی داشته باشم بهشون و بریم جستار امروز رو آغاز کنیم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر کیانی. درود بر شما آرتمیس بانوی گرامی و برای اینکه این هنگامه رو به بنده دادین، بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما که در این برنامه حاضر هستید و شرکت کردید. من نخستین پرسشی که میخوام از شما آغاز بکنم اینه که اصلا ما بیایم درباره خود اوستا آغاز بکنیم، ببینیم که اصلا اوستا چگونه کتابی است، چه بخشهایی داره، نام خود اوستا به چه چم یا معنایی است، و از آغاز اونجا رو بیایم جلو تا بریم به سراغ بخش. بله. خواهش. بله. سپاسگزارم. همون گونه که میدونید اوستا کتاب ورجاوند زرتشتیان هر گروهی از مردم برای خودشون یک کتاب ورجاوند یا مقدس دارن. کتاب ورجاوند زرتشتیان اوستا است. اوستا در زمان خود اشو زرتشت بوده و همون گونه که میدونید ما میتونیم رد پای این رو در اونجایی در اوستای کشتی پیدا کنیم. انگامی که یک زرتشتی میخواد کشتی ببنده، کشتی یک ریسمانی هستش که یا کمربندی هستش، کمر بستن در فارسی رو که ما امروزه داریم در میان حتی شیعیان که میگن من کمربسته این امامزاده یا اون امامزاده هستم، این یک نوع کمر بستن، پیمان بستن، چون بستن دایره نشان پیمان و یا ایزد مهر هستش. و زرتشتی 5 بار در روز کشتی نو میکنه و یا کمر میبنده که دروغ نگه و در راستای راستی با نیروهای نیرو که نمیشه گفت، باید گفتش که نبوده نیرو که اهریمن باشه میجنگه و تلاش میکنه که اون لغزش و اشتباهی رو که کرده رو دوباره کاری و تکرار نکنه.
در اون انگام شما یک زرتشتی میگه مزیسنو همی مزیسنو زرتوش کرش، که این به این جمع هستش که من مزایسنا هستم، من خردپرست هستم و من از گونه و نوع خردپرست زرتشتی هستم. پس این به ما اینجا نشون میده که خردگرایی و خردپرستی دینی نبود که اش زرتشت اووردنش و این از گذشته های بسیار دور بوده، اما اش زرتشت کاری که میکنن این بوده که میان و این مزیسنان رو یک جان تازهی بهش میدن. پس اوستا در گذشته بوده، اما اون اوستایی که اش و زرتشت میان و روا میدانند اون اوستایی بوده که روی پوست گاو نوشته میشه، 10,000 پوست گاو نوشته میشه در زمان گشتاسپ کیانی، که پادشاهی بودند که برای نخستین بار باور آوردن به گفته های اش و زرتشت و دریافتن که ایشون فراتر هستش از یک کاهن، فراتر هستش حتی از یک مغ، و دریافتن که ایشون فرستاده خرد برتر یا مزدا هستن، همون گونه که میدونیم مز به چم بزرگ هست، در انگلیسی هم ما میگیم مس میدیا، مس در اینجا به چم انبوه و یا گسترش یافته است و دا به چم دانش است و مزدا میشه دانش برتر یا دانش بزرگ، و اش و زرتشت فرستاده این دانش بزرگ بودن و گشتاسپ به کیانی این رو دریافتن. در اونجا بود که به دستور اش و زرتشت این بخش هایی که پالایش میشه از سروده های گذشتگان، از سروده هایی که مغان بزرگ سروده بودن که مانند خود اش و زرتشت خردگرا و مزیسنا بودن، اون بخش هایی که نیک و نغز بوده رو اش و زرتشت دستور میدن که نگه دارن، و یک بخشایی هم که خود ایشون سروده بودن که حالا به اونا میرسیم که بهشون میگن گاتها و یا سروده ها، و بخشایی که بوی دیویسنان میداده، دیو چم دیویسنان، البته دیو چم فروخ هست در فارسی. امروزه یک زرتشتی در آتشکده اون چراغ روغنی رو بهش میگه دیوو، میرم دیوو روشن کنم، و بسیاری در بسیاری از زبانهای شاخه ایرانی مانند انگلوساکسونی که انگلیسی ما بهش میگیم امروز، دیواین به همون چم خداییه و کلن دیو به چم خدا بوده. اما چون اش و زرتشت در میابن که این خدایان دروغین که در سومر هم بودن، بیشتر حالا ما به اونجا یک روز خواهیم رسید که سومری هم آریایی هن، اما اونها جداییشون با ما تنها برای دیو پرست بودنشون بوده و دروغی که به مردم میگفتن و میگفتن ما خدایان هستیم و ما ایزدان هستیم، اش و زرتشت جلوی اون میسته و اون بخش های زشت که یه جورهایی بر به شوند گذر زمان وارد شده بوده در اوستا، اونها رو میپالایه و اوستا به چم، اگر بخوایم بگیم، فراتر از دانش پنهانی. چون الان من میگم در فارسی و همه زبانهای شاخه ایرانی یک چیز رو چکار میکنه؟ منفی میکنه، یک چیز رو ناسازگار میکنه، و اگر بیاد بر روی یک چیزی، برای نمونه در انگلیسی اگه شما بگید نورمال و آنورمال، آنورمال این اون ا یا آن یا
گاهی هم از اب نورمال شما چی رو داری؟ یک چیز منفی رو داری. اما در خود همون انگلیسی، در خود همون انگلیسی گاهی این اب به چم فراتره، مانند aberration، اون پیشوند اب هست که باز برای نفی کردنه، اما اینجا به چم ناسازگاری و نفی نیست، اینجا به چم فراتره. و اریشن برم یعنی رفتن، و ابریشن یعنی چیزی که بالا فراتر بره، از هر چیز دیگه فراتر بره. شما اینجا میبینید که ابریشن باید یک کم منفی و ناسازگار داشته بشه، اما یک کم بسیار بسیار نیرومند اینجا پیدا میکنه. اوستا هم همینه، اوستا. حالا این پندار‌بافی های زیادی در این باره شده و گمان های زیادی زده شده که وستا میتونه حتی از واژه وست انگلیسی بیاد، یعنی وست انگلیسی از این واژه میاد، ببخشید، که همریشه هستن وست به چم گسترده، چون اوستا فراتر از گسترده است. اوستا برای هر چیزی پاسخی داشته و اون عیی که میاد برای پیشوند فرا کردن میشه فراتر از گسترده است. چون چرا؟ چون دانشنامه است. اما یک چمای دیگه ای براش گفتن، به چم پایه، به چم سرچشمه، به چم اصلی. اما یک چم دیگه ای هم براش هست و اون هستش که ا ویستا. ویستا از همریشه است با وید. وید، شما این وید رو در زبانهای محلی ایرانی مانند لوری، مانند کردی، زبانهای دیگه کلهوری میبینید که کم کم شده ویر. ویر به چم هوشه. ویر تو به من بده لوله. اینو میگم من حالا از زبان مادر بزرگم هم مثلا میگم، چون مادر بزرگم هرگاهی خودشون کلهوری بودن و میخواستن بگن حواست به من باشه، ایشون میگو ویر تو به من بده. ویر اونجا به چم هوشه و ویست و ویت و ویر اینا همه از یک ریشن و به چم هوش، دانش. و اوستا فراتر از دانشه. یعنی چی فراتر از دانش؟ یک دانش مغانه است، یک دانش پنهانی که در دست همه چی نبوده. این تا اینجا اون چیزی که من میدونم، اون چیزی که پژوهشگران تا اینجا میدونن درباره چم واژه زیبای اوستاست. جناب کیانی، در فارسی میانه اوستا ابستگ بود. بله. ابستگ خودش به معنی تکست یا لیترالی یا سواد یا دانشه. بنابراین ابستگ، اگر همون اوستا از ابستگ گرفته شده، الان ما بهش میگیم اوستا، ابستگ همون در واقع کتاب میتونیم بگیم، چیزی که ما امروز بهش میگیم کتاب، که در واقع میتونیم فارسیشو بگیم حالا نسک. بله. در واقع معنی کتاب میده. و خب خیلی جالبه که همینطوری که شما گفتید، بسیاری از پایه هایی که در اوستا اضافه شد پس از اون به گادها، در واقع از نگاه و بینش و منش و زندگی روزانه ایرانیان گرفته شد، یعنی گردآوری شده ای از همان چیزی بود که ایرانیان بودن در واقع. بنابراین اگر هم چیزی به نام بخش های دیگر اوستا اضافه شد به گادها، چیزی نیست که خارج از فلسفه ایرانی، نگاه ایرانی، ایرانگرایی، هویت ملیمون و چیزی خارج از اینها نیست. حتی اگر که مغان یا موبدان در سالهای پس از اشوزرتوش آمده باشند و برای اینکه اون همه اون مراسم ایرانی رو حفظ کنن، همه کارها و نگاه‌های ایرانی، حالا نگاه‌ها در بخش‌های مختلف، مختلف نیایش‌ها، مراسم زندگی، عزا، خط، نمی‌دونم زادروزها و همه مراسمی که وجود داره، پاکا ناپاکا و آن چیزی که زندگیمون انجام میدادیم روزانه،
به هر حال باز اونها هم پس همونطور که شما گفتید چیزی نبوده که با آمدن زرتشت بزرگ فقط یک مرتبه از آسمون افتاده باشه و این چیزا در اختیارش باشه، یک پیشینه، یک بک‌گراندی وجود داشته از تمام اون هویت ایرانی که قسمت گاتهایش که خیلی بزرگتر از این گاتهای فعلی هم هست، سروده هایی که پرسش های فلسفی خود زرتشت بوده درباره اون چیزی که میانه درباره نگاهش به جهان، هستی، انسان ها، نیک و بد، مفهوم نیک و بدی که برای نخستین بار زرتشت به جهانیان این مفهوم رو معرفی میکنه و مفهوم خرد که میاد اینو کاتگورایز میکنه، کلاسیفایدش میکنه و میگذاره در اختیار مفهوم ابجکتیو خرد رو میگذاره اختیار مردم جهان. اینها ممکنه که، یعنی نه که ممکنه، حتما کار زرتشت بزرگ بوده، ولی اون قسمت دیگه هم در پیش از زرتشت بزرگ وجود داشته و بنابراین همونطور که شما گفتین اوستا چیزی نیست که فقط یه قسمت گادها بوده و اون قسمت های دیگهش بی خود بوده و یه مرتبه از آسمان و زمین نازل شده باشه. بله صد درصد درست میفرمایید بانو، و این بسیار اشاره زیبایی فرمودید درباره این واژه ابستک در زبان پهلوی که به چم نسک هستش و نسک هستن زمون ریشه هم هستن، هم ریشه هستن با هم دیگه، یک چیز بسیار بسیار نگرستنی اینجا هستش و اون این هستش که در زبان روسی که اونم من بهش میگم زبان سکاهای اپاختری و شمالی، چون زبانی از خودشون نداشتن و این زبان اومدن از ما دوزیدن، نسک و یا کتاب در این زبان از کنیگا که از ریشه دانستن گنوستیک نو در انگلیسی از K-N-O-W کنو هست و گنو نوستیک رو با گنوستیک می نویسن ولی نوستیک می خونن و هم ریشه است با دانش و اینجا باز اون پیوند ابستک و بعد دوباره دانش رو، اون دانش فراتر رو ما اینجا داریم میبینیم و اینا بسیار بسیار زیبا بود اون چیزی که فرمودیم. بله این همین جوریه که شما میفرمایین. بر روی در درازنای تاریخ ما بارها بارها خوردیم زمین و اومدیم سر پامون، خوردیم زمین، خاکستر شدیم و هنگامی که از خاکسترمون اومدیم بیرون سترتر شدیم، بزرگتر شدیم و نیرومندتر. و همون گونه که نیچه میفرمایند، میگه که اون چیز که مرا از پای در نمی آورد مرا نیرومندتر میکنه و این یک چیز بسیار ایرانیه. والا به یک روزی امیدوارم که من بتونم در مورد نیچه بگم و اونم به نادرستی بسیاری از زرتشتیان بهشون بر میخوره، میگن آن نیچه گفته خدای مرده است پس نمیتونسته بیاد بگه، در حالی که نیچه درباره خدایی بودن در انسان در مردمان سخن گفته و اون مرده است. اما بر روی درباره بخشای اوستا چند بخش داره، قرار بود که درباره بخشای اوستا بگیم. صد درصد یک چیزی که هستش در زمان هخامنشیان در پایان شوربختانه اسکندر گجستک میاد و این ما دو نسخه داشتیم از اوستا و یکی از این نسخه ها رو گویا برمیدارم میبرم و گفته شده که یکی از نسخه ها آتش میگیره، این درست نیست. من کسی رو دارم که خود اوستا رو دیده در واتیکان و میگه که رویای نخستش یه ذره سوخته ولی میگه واقعا همون روی پوست گاو نوشته شده و این الان در آرشیو واتیکان نگهداری میشه. بر روی اوستا پسترها بلاش اشکانی میان و ایشون این دستور رو میدن که اوستا رو جمع‌آوری کنه و هر کس که هر چیزی به یادش مونده و این ببینید بسیار زیباه و گویا ایرانی ها این از بس خورده بودن زمین و از بس دشمن ها می اومدن بهره برداری می کردن از یا سوء استفاده می کردن از کارهای ما، ایرانی یاد می گیره که دیگه از بر کنه یه چیزی رو ننویسه،
چون بعدا یکی می اومد دزدی میکرد و اینو برمیداشین دانشو میبرد و اینا میان یواش یواش همه رو میذارن در زمان بلوش اشکانی و سپس در زمان اردشیر بابکان تنسر بزرگ میاد اون کار رو میکنه و بعد در زمان شاپور دوباره یه بخشایش افسوده میشه و در پایان اوستایی به دست ما میاد در زمان ساسانی که 21 نسل داشته که از این 72 یسنا ما داشتیم و 17 بخش آن گاته ها بوده، اما از این بخش های ناگاتایی در کل میتونیم بگیم بجز گاتا ما 20 پرد رو داریم، بعد وندیدات رو داریم و سپس خورده اوستا رو داریم که برای نمازهای روزانه است و برای مردمان کوچه و بازار هستش. اما یشتار هم که یه خوب داریم مثل مهریش، مثل زامیادیش، مثل یشتای دیگه که همه ستایش و سپاسگزاری هست. بله در کل امروز ما 5 بخش داریم، اما من یه چیزی میخواستم اینجا توی پرانتز بذارم. من خودم برای نمونه نسکایی مانند شایست و ناشایست رو جزوی از اوستا میدونم، بندهش رو جزوی از اوستا میدونم، حتی من مینوی خرد یا مینوی خرد رو جزوی از اوستا میدونم و میتونیم بگیم که اوستا بزرگتر از اون چیزی هستش که دشمن میخواد بگه. همینی هم که داریم بسیار چیز بزرگی هستش. بله بعد درباره این که حالا اینا پیوند گاتا با اوستا چی هستش، اینجوری بهتون بگم، چون ایرانی ها میدونستن که بارها بارها آسیب و گزند دیدن از دشمن، اینا میان به گونه‌ای بسیار بسیار بخردانه و فرزانه بار گاتاها که سروده های منشنگیز اشو زرتشت اسپنتمان هست رو در درون در میان اوستا میگذارن و بخش های دیگر اوستا مانند لایه های این گاتاها رو چیکار میکنن؟ نگهبانی و پرستاری میکنن ازش، به گونه ای که امروز ما میتونیم بگیم که گاتاها کوچکترین پس و پیشی نشده. یعنی این بسیار ارزنده است، چون برپاد و خلاف اون چیزی که پژوهشگران تلاش میکنن که بگن که زرتشت در زمان شاید حتی هخامنشیان بوده، اما الان من بهتون یه چیزایی میگم. خود اوستا به اندازه‌ای کهن هستش که شما یک سری واژه ها رو درش ندارید. برای نمونه واژه پارس رو ندارید در اوستا، پارس نیست، همش میگه آریاها، همش در مورد آریاها سخن میگه. شما واژه سکه رو ندارید در اوستا، هنوز سکه ساخته نشده. واژه آیرن در انگلیسی از روی واژه ایران درست شده، چون ما نخستین کسایی بودیم که آهن رو ساختیم و سپس پس از اون پولاد رو ساختیم که شمشیرهایی ساختیم که از کشور گرامیمون پدافند میکرد. ما بهترین تیغای شمشیر از پولاد ساختیم، اما هنوز در اوستا شما واژه آهن رو نمیبینی، شما واژه مس رو میبینی، شما واژه مفرق رو میبینی، اما واژه آهن رو نمیبینی. پس هنوز ما حتی با آهن دسترسی نداشتیم. در وندیدان هستش که یک ترجمه نادرست شده، میگن کسی که گندم میکارد راستی میافشاند یا نماز میخواند، حالا بستگی داره چگونه ترجمه کنی. این درست نیست، میگه که کسی که ذرت میکارد، ما هنوز حتی گندم رو نمیشناختیم، ما ذرت رو بر... حالا اینم خیلی جالبه، امروز ما گمان میکنیم که ذرت رو از آمریکای جنوبی و یا از سرخپوستا گرفتیم. نه این درست نیست، ما خودمون ذرت داشتیم، ذرت کاری میکردیم. و
واژه های دیگه ای هستش که در اوستا هست و این نشون میده که اوستا چقدر کهن است، تا چند اندازه کهن است و گاتا هم کهن‌تر از اون. و پس اونی که بیاد میگه که اشو زرتشت در مثلا در همون با ویشتاس به هخامنشی، ویشتاس به هخامنشی همون گشتاس به کیانی هست، این درست نیست. و پس شما نگاه میکنید میبینید که این گاتا در میان اوستاست و اوستا خودش خیلی کهنه، بسیار دستورات زیبایی داره که خود اشعزرتشت اینها رو دستور میده که نگر دارین. اشعزرتشت خودش مزیسنا بوده و خودش این نمازها رو میخونده. اگه کسی میگه که اشعزرتشت مهریش رو نمیخونده، از خردش خارج هستش، بیرون هستش. این برای چی؟ حالا اونا رو میگم. اما بر روی اگر ما گاتاها رو به مانند یک نگین یک انگشتر بدانیم و بازمانده اوستا رو مانند اون پایه اون نگین در انگشترتون بدونید، کدامین کس هستش که بتونه بگه من یه انگشتر دارم تنها با داشتن یک نگین که اونم گاتاست و چی میخوام با چسب بچسبونن اون نگین رو به انگشتشون؟ اون دیگه انگشتر نیست، اون یه نگینه. اما اون چیزی که انگشتر رو میسازه، ما به همه بخش اوستا نیاز داریم که گاتا رو در خودش نگه داره و گاتا بشه چکاده، میدونید اون بالا بلندهای مزیستی و خردپرستی. اما ما به همه بخش های اوستانی هستیم. حالا من میگم که چرا. من برای بینندگانی که ممکنه از بخش های مختلف اوستا آگاهی نداشته باشن، به خاطر که این برنامه زرتشته، من یک ریویو خیلی سریع، یک دوره خیلی سریع میکنم روی بخش های مختلف اوستا. یکی از مهمترین بخش‌های اوستا یسناست. یسنا به معنی ستایش و پرستشه و از ریشه یزد یا ایزد یا ایزدان گرفته شده و هر فصلش رو بهش میگن هایتی. هایتی ها به معنی پیوند هستن که برخی از فصول اوستا توی برخی از فصول اوستا این هایتی رو میشنوید. در بغیر از یسنا، خود گات ها هست. گات ها 5 قسمت بزرگ داره: احنود گات، اشنود گات، اسپنتامینو گات، وهوخشجه گات و هیشتی گات. بعد میایم به قسمت که خب میدونیم که جمع گات ها 17 فصل 896 خط ازش باقی مونده. این چیزی که باقی مونده 17 فصل و 896 خطه که در گات ها، در خود گات ها فقط منهای اوستا، ما فقط 200 بار نام مزدا رو تکرار کرده شده و میشنویم و اشا رو 180 بار یا به اصطلاح هنجار هستی رو. گات ها در واقع شباهت بسیاری، چون شعرگونه سروده شده، شباهت بسیار زیادی به ریگوداهای هندی داره و نغمه گونه است، نغمه مانند، برای اینکه ایرانیان مردم شعر و چامه و سروده های آهنگین بودن از نخبه. بخش دیگر اوستا یشت هاست که این هم از قسمت های بسیار مهم اوستا است، به معنی نیایش و فدیه هاست. در واقع درباره هر امشاسبندی در موقع مشخص خودش براش یشتی داریم، مانند مثلا فروردین یشت که در روز 19 فروردین از ماه فروردین یا فروردینگان ما این فروردین یشت رو میخونیم، یا مثلا در روز مهرگان 16 ماه مهر که در روز خورشید هست در واقع، یا تیریشت که جشن آبریزگان یا تیرگان هست، یشت خودش رو میخونیم. و همین گونه است که مثلا هرمزیشت، ماهیشت، مهیشت، گینیشت، زامیادیشت و هفت شاسپندان، سروشیشت، بهرامیشت، اردیبهشتیشت، یشت های گوناگونی هست که در قسمت یشت ها دیده میشن.
قسمت بعدی اوستا وندیداده، یکی از بخش‌های بسیار مهم پنجگانه اوستاست. این در واقع قانون علیه دیو هاست که جناب کیانی داشتن در بارش صحبت می‌کردن، در واقع آداب و رسوم زندگی اهورایی است. بله. زندگی خداگونه است. بله. درست و راست و مجازات هایی که برای کج راه رفتن از راه راست در نظر گرفته میشه که علیه تباهکاران یا افرادی که کارهای بدی انجام میدادن انجام میشد، یا حتی در همین بخش وندیداد نگاه بسیار جالب ایرانیانو که از حشرات موزی خیلی بدشون میاد رو میبینید. بله. چگونه بحث میکنند که این حشرات موذی رو باید از زندگی انسانها حذف کنیم. بله. چه نگاه درستی بوده، برای که بسیاری از همین حشرات و موجودات موذی و بیماریزا بودن که در اروپا که همچین نگاه ایرانی وجود نداشته، مانند طاعون و وبا میومده و هزار. بله. هزار انسانها رو، صدها هزار شاید انسانها رو میکشته و ایرانیان میبینیم که به خاطر همین نگاه از بین بردن به اصطلاح حشرات موذی یا حالا هرچی جانوران به اصطلاح بعد از زندگی خودشون این جنبه خوب رو در زندگیشون رعایت میکردن. یکی دیگه بخش های مهم اوستا ویسپرده. ویسپرد به معنی گردش زندگی و سروران هست. این بخش از اوستا در واقع ستایشنامه است به پیشگاه اهورامزدا و زرتشت و ایشاسپندان و ایزدان و سایر به اصطلاح نیروهای جهان مینوی، چه آسمان چه زمین، ولی نیروهای مینوی رو در واقع شامل می شده. به همین روی هست که می بینیم و ایسپرد مسلمان یکی از بخش هاست که بعداً به گات ها اضافه شده، به اوستا اضافه شده که می بینیم توش درباره زرتشت هم گفته میشه، در حالی که اگر خود زرتشت اون موقع زندگی می کردن خب نمی اومدن حتما در مورد خودشون بخشی رو اختصاص بدن یا در مورد خودشون بکنن. بعد اون خورده اوستا همونطوری که جناب کیانی فرمودن یا اوستای کوچک خورد که توسط موبد معروف هست سازانی آذرپاد مارسپن بهش اضافه شد که خودش یک نگهبان آتش و نگهبان آتشگاه بود و نمازها، نماز میدونین که واژه ایرانی است یعنی ارج گذاری، نمازها و نیایش را میدادن در مراسم ازدواج، در مرگ، در جشنهای دینی، در ایام خوشی و ناخوشی. این نمازها و آیین‌هایی که به این بخش اضافه شده که زرتشتیان و تمام کسانی که به آیین زرتشت میگروند اگر دوست دارن که مراسمی روزانه‌ای داشته باشن میتونن در پنج نوبت روز این خورده اوستا رو در قسمت‌های مختلف روز بخونن. حتی پس از خواب برخی از دعای سروش پاش هست که مثلا پس از خواب زیر لب آهسته موقعی که میخوان بخوابن میخونن که میگن سروش از فرشتگان است و این بوده میشه که فروش بسیار فروغ فرشتگان بر من باشد در هنگامی که من خواب هستم و پس از هوشیار شدن بامدادی یا سحرگاهی یک نیایش دیگری دارن که اون نیایش مخصوص روز هست، خورشید، ماه، مه، آب و آب ستایش میکنن در آغاز روز. زیباست این بخش های مختلف اوستا جناب کیانی و جالبه که مردم ایران چقدر الان کم آشنا هستند با همه این زیبایی در زندگی نیاکانشون و در فرهنگ بسیار پربار بزرگ هزاران ساله‌ای که خوراک فکری و اندیشه‌ای به جهانیان داده بوده. چقدر حیفه که ما از اینها ناآگاه باشیم و غافل باشیم. حالا من یه پرسشی دارم اینجا از شما که شما درباره اهمیت بخش‌های دیگر اوستا و اینکه چرا ما باید همه بخش‌ها رو در کنار گات‌ها ارج بذارین، چه از زبان زرتشت سروده شده باشن چه نه، دیدگاه و نگاه ایرانیان و جهانبینی ایرانیان رو موبدان که در واقع تمام فرهنگ ایران رو زحمت کشیدن نگه کردن در این 1400 سال و به امروز حداقل به ماها رسیده، شما در این باره گفتگو کردین. حالا من میخوام ببینم چه کار باید بکنیم که یک پارچگی ایجاد کنیم بین کسانی که فکر میکنن فقط گات ها اهمیت داره که مطمئنن این نگاه خیلی جالبی نیست، و کسانی که واقعا باور دارن که اوستا
هم بخش گاتهاش، هم بخش هایی که بعدا افزوده شده بهش بسیار اهمیت داره از نظر فرهنگ و تاریخ و اسطوره شناسی ایران، جغرافیا شناسی ایران، زبان شناسی ایران. بله بله بانو، ببینید نخستین چیز هم آزوریه. برای اینکه اگه ما هم آزور نباشیم، اگه شما بیاییم بگیم که ما باید تنها گاتا گرایی بکنیم و خب من پرسشم از این آقایون اینه، من میگم که شما از کجا اردی بهشگشت هنگامی که میگی که ما چند گونه پزشک داشتیم، از کارت پزشک داشتیم تا پزشک خانواده تا پزشک گیاهی گیاه پزشک داشتیم، اینا همه رو اونجا گفته. شما اینو در کارتا کجا میتونید ببینید؟ یا کجا میتونید ببینید که زمین گویسان بوده هنگامی که در مهرگشت داره میگه؟ اگر ما مهرگشت نخونیم من کجا میدونستیم که پیش از گالیله دانشمندان و موبدان ما فهمیده بودن، دریافته بودن که زمین گویسانه، چنان جا افتاده بوده که مانی پس سرها که میاد از راه نقاشی کشیدن و ارژنگ میخواد به مردم چیز یاد بده، زمین گویسان کشیده بود، برای ایرانی جا افتاده بود. ما کجا بتونیم بیایم همچین چیزی بگیم؟ ما کجا بتونیم بیایم بگیم که در بندیداد که همون گونه که شما به زیبایی فرمودید، چگونه میتونیم بفهمیم که ایرانی که امروز سگ آزاری میکنه، پدرانش سگ رو آورده بودن گذشته بودن در کنار ارزش انسان و میگفتن سببش که سبب به چم یک سبب، یعنی یک سبب سگ آدمیه. و وندیداد پر هست از اینکه چگونه ارج بگذارید سگ رو. چرا؟ برای اینکه سگ نگهبان ما بوده، سگ نگهبان گله های ما بوده، سگ نگهبان زمین های کشاورزی ما بوده. و چگونه ما میتونیم اینها رو در گاتا ببینیم؟ اینا همه ببینید، یک نخست اینکه آیین یعنی به چم آینه است. ما هر کاری که در دین زرتشت یعنی در روی میز یا همون میز انجام، اینجور میز و از ریشه میز یا ستودنه، مردم نمیدونن واژه جشن به چم ستایش کردن و پرستش کردن، جشن جشن گرفتیم، نمیدونن که از ریشه جشنه، همون یزش و ستایشه. بله. نماز هم تو که فرمودید به چم درود فرستادنه. امروز ایرانی ها بلدن بگن که او هندی گفت نمستا، خودشون هم نمستا میگن. خب این نمستا همون نمستا، نمستا همون نمازه، نماز تو را اصلا، یعنی نماز تو را، نماز تو. بله بله، نمستا، درود بر شما. بله. میدونید شما ما از کجا بتونیم این آینه ها رو انجام بدیم؟ چون ببینید امروز دارن اینو تو دانشگاه یاد میدن که شما از راه رسیدن به یه گل سرخ میتونید اون گل سرخ بیماری سرطان خودتونه، بعد پزشکانی که روی فرا روانشناسی کار میکنن میگن که شما به این گل سرخ اینو ببینید، روز نخست شته داره، این داره، اونو داره، آروم آروم به این گل برسی، آروم آروم به این گل. بعد جالب اینجاست خود اون بیمار خوب میشه، بیمار سرطانی چنگار، اون کسی که بیمار چنگار گرفته اون خوب میشه. خب اوستا این فرمول درست کرد، ایرانی این فرمول درست کرد که اگر کارهای آینی انجام بدیم، اگر اون هفت سین رو بذاری، اون هفت نشان هفت چیز تندرسته، چون سین اینجا سعیناست، همون حالا اونم یه روزی جداگونه سخن میگم در موردش که خود پور سینا کجا آمده، این پسر حسین بوده، چی شده که شده پسر سینا؟ رابطه سیمرغ و سینا مرغه در اوستا چیه و و و چیزهای دیگه. ما اینا رو از کجا میتونستیم بفهمیم؟ اگر اوستان من کجا میدونستم سینا مرغ همون سیمرغ شاهنامه ایه؟ من نمیتونستم بفهمم از روی گاتاها. و حالا خود گاتا بله بسیار چیزه، ما اینجا باید این جدا جدایی ها رو بذاریم کنار، این نوآوری. ببینید فرشوگر، من خودم یک سازمانک کوچولویی دارم به نام فرشوگران ایران ویت و من باورمندم که از راه نوآوری و
فرش بودن یا همون فرش کردن یا نو کردن میتونیم ما به یه جایی برسیم، اما نه در چیزهای پایه‌ای، نه اینکه بیایم تاریخ مزیستان رو ما سانسور بکنیم و پاک بکنیم برای اینکه گمان میکنیم اونم چون از کم دانشی ماست که اینا چیزهای برای نمونه یک چیزهایی که و من شرمم میاد اینا رو موبدزادگان دارن امروز میگن، به پنام میگن پوزبند. ایرانی که میدونسته دروج از راه دروج بیماری میاد بیرون، پنام یا همون دهنبند رو گذاشته بودی که آتش رو که نشان تندرستیه، در انگلیسی واژه health، واژه healing از آتش میاد، helio به جمع خورشید و آتش و نوره. خب این ما خودمون داریم ریشخند میگیریم، موبدان ما دارن دین به این زیبایی رو ریشخند میگیرن و بعد میگن که توی بندیداد اومده گفته که ببخشین گومیز پیشاب گاف هستش اینا، پس از اینکه به مرده دست میزنن آه بگه که بعد میخنده. این چه خنده ای داره؟ ما داریم 10,000 سال پیش مردمان دیگه از شاخه به شاخه دیگه میپریدن و ما میدونستیم که این میکروب و ویروس هست که بیماری زایه و باید یک ماده پاک کننده که ارگانیک هم بوده به اصطلاح از خود سپر اومده بوده بیرون، اون رو داشتیم و خودمون رو پاکیزه میکردیم. حالا امروز شما هیچ زرتشتی نمیدین این کار رو بکنه. بله. یه نکته که خیلی مهمه اینه که باید ایرانیان اینو بدونن، شما نمیتونید هر کس از هر جایی که میاد با 4 تا کتابی که خونده حالا یا یه مدرکی که داره نمیتونه بیاد سر خود یک بدعت گذاری بکنه در تاریخ، در زمان، در فرهنگ، برای اینکه شما موجب آشفتگی فرهنگی میشید در یک ملت، آشفتگی باوری میشین، آشفتگی اصالت اسناد و مدارک میشید. و وقتی که ما شروع کنیم به گسترش هر اون چی که من دلم خودم میخواد بدون استناد کردن به مدارک واقعی و بدون اون که توجه داشته باشیم که من یک نفرم، اگه من یه آشفتگی ایجاد بکنم بله. 10 نفر دیگه اون آشفتگی رو دنبال بکنن، اون وقت در چند سده دیگه تمام فرهنگ ما دچار یک به هم ریختگی دیگی و بی بنیادی میشه. ما همچین حقی رو نداریم. شخصا بیام اینجا بشینم بگم این ابستا رو من این بخشش رو قبول دارم، اون بخشش رو قبول ندارم، این خود بعد من کی هستم که بتونم همچین تعیین کردن دیگران داشته باشم، تعیین تکلیفی برای دیگران داشته باشم. ما باید اون چیزی که هست از هر اون چیزی که از فرهنگ و هویت ما بهمون رسیده قدرش رو بدونیم. اینها واقعا بی‌بها هستن، نمیتونین اصلا قیمتی رو اینا بذاری، چرا که اینا دیگه تجدید ناپذیرن، اینا اسنادی است که به ما رسیده. من و شما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، این فرهنگمون بوده، راهمون بوده، این تاریخمون بوده، این شیوه زندگی مردممون بوده، این خوبها و بدهای یک ملت بوده که اسمش ملت ایرانه. و اگر که بله، این بودها رو ما نداشته باشیم با فرهنگای دیگه همون اتفاق میفته که گلوبالیستا میخوان. گلوبالیستا میخوان فرمول برای همه مردم جهان درست کنن، اینو بذارن به همه مردم دنیا بگن خوبها اینه از نظر ما، ما پایدارها هستیم و میلیاردرها هستیم و دنیا رو میچرخونیم رو انگشتمون، بعدها اینه، ارزش ها اینه، ضد ارزش ها اینه و شما همه باید به این رنگ و بو در بیان. بله همتون همبرگر مکدونالدز بکنید، دنیا همتون بیان جمع بشین یه برنامه تلویزیون رو نگاه کنین، همون خوراکی که ما به شما میدیم و میکنیم تو مغزتون اونو بخورین و شستشوی مغزی پیدا کنین. بله. ما باید بدونیم که فرهنگمون چی بوده، من چه دوست داشته باشم چه نداشته باشم، این نیاکان من بودن، من به اینا احترام میذارم، برای که اینا موجب شده بودن که هزاره ها ایران در سربلندی کامل زندگی کنه و ایران از هنگامی رو به نشیب رفت که این هویت ملی از دست رفت، اون غرور ملی از بین رفت، اون سربلندی ملی از بین رفت، مردم فرهنگ کردن، تاریخ گم شد زیر لایه های خاک، کتاب ها سوزانده شد، حقارت های مردم کشیدن، تو سری ها خوردن، کشته ها شدن، به بردگی های بردنشون اعراب متاسفانه و بعد از اون ترکان
قشرهای گوناگون تا رسید به بله. و همه اینها موجب شد که ما یه مردمی بشیم که هیچی از گذشتمون ندونیم، تا زمانی که حدود 100 سال پیش، 110 سال پیش، 150 سال پیش آمدن و تخت جمشید رو کشف کردن و این اومد دوباره همه این لوح‌ها بیرون و اینها خونده شد و بعد چوغازنبیل کشف شد و بعد رفتن دیدن که وا ما یک ملتی بودیم با حداقل 6-7000 سال تاریخ مکتوب و 10000 سال بله. غیر مکتوب بشری، تمدن بشری. خیلی اهمیت داره که ما همه ماها هر چی که هست و هر اون چی که داریم رو درست بشناسیم، درست بخونیم، از پایه با همه چیز آشنا بشیم و لطفاً خواهش میکنم هر کس از هر راهی که میرسه یه نوآوری از سر سیری نکنه در این آیین، در این باورها. بله. ما در برابر نسل‌های بعدی، در برابر فرزندان به دنیا نیومده ایران زمین مسئولیم، باید امانتداران خوبی باشیم، باید تمام مدارک و اسناد و بازمانده‌های فرهنگی و تاریخیمونو مو به مو به دقت به نسل‌های بعدیمون برسونیم اگر می‌خوایم بعد از 2300 سال از روی کره خاکی محو و نابود نشیم و حل نشیم در بی‌هویتی فرهنگی جهانی. بله. دکتر کیومرث گرامی، من امیدوارم که شما وقت بیشتری به ما اختصاص بدید. خواهش میکنم. بعدی ما باشیم، ما درباره فعالیت‌های دیگه شما بیشتر بدونیم و همچنین درباره برنامه‌سازی‌هایی که شما می‌کنید و یکم با همیهنانمون در میون بذارید که ببینن که جناب دکتر نعیمی که هستند و چه می‌کنن در کانال‌های غیر از ایرانی. سپاسگزارم بانو از این انگامه‌ای که به بنده دادین و سپاسگزارم از بینندگان گرامی در هر جای جهان که هستن که به سخنان بنده گوش دادن. سپاسگزارم و خواهش میکنم که بینندگان گرامی، ما آدرس وبسایت رنسانس رو همیشه اون پایین میذاریم، وبسایتمون رو ببینید و اگر دوست داشتین برنامه ها رو ساپورت هم بکنید. سپاسگزارم و خدا نگهدار تا برنامه